شکست تلخ شاگردان آقای جاوی در شبی که بارسلونا به لیگ اروپا رفت و برای ششمین بازی پیاپی به بایرن مونیخ باخت. دقیقه 10 بازی در حالی که بایرن هم بهتر بود روی ضد حمله سادیو مانه اینجوری دروازه ترشتگن رو باز کرد و گل اول بایرن رو به ثمر رسوند. دقیقه 31 بازی در حالی که توپ دست بارسا بود اما این بایرن بود که موقعیت ایجاد میکرد. چوپ‌موتینگ روی باز هم روی ضد حمله روی پاس گنبری یه گل زیبا رو وارد دروازه ترشتگن کرد و بایرن مونیخ نیمه اول همون 2-0 به رختکن رفت. شاگردان آقای یولیان ناگلزمن نیمه اول رو خیلی بهتر از بارسا بودن و نیمه دوم رو هم بهتر از بارسلونا شروع کردن. دقیقه 55 روی یه حمله‌ای که انجام دادن یه گل رو هم گنبری به ثمر رسون که داور آفساید اعلام کرد و به شمار گل‌های خورده آقای جاوی در این بازی اضافه نشد. دقیقه 70 جدی‌ترین موقعیت بارسا در این بازی بود که اون هم تازه خیلی هم جدی نبود. ضربه آنسو فاتی که از کنار یکی دو بازیکن خیلی خوب دریبل کرد ولی ضربه‌اش خوب نبود، از کنار دروازه بایرن به بیرون رفت. باز هم بایرن تا لحظات آخر به دنبال گلزنی بود. دقیقه 93 روی کار ترکیبی و یه حرکت عرضی که بازیکنان بایرن انجام دادن سادیو مانه میتونست دروازه رو باز کنه که ترشتگن یه سیو خیلی خوب داشت و نذاشت در اون لحظه گلهای بایرن بیشتر بشه. اما یه دقیقه بعدش روی کورنر و یه کار ترکیبی بسیار عالی و زیبا این پاوارد بود که گل سوم بایرن رو وارد دروازه ترشتگن کرد تو این بازی تا در نیوکم یک شکست تلخ دیگر رو بارسایی ها مقابل بایرن تجربه کنن و از لیگ قهرمانان اروپا هم کنار رفتن. هواداری بارسلونا خیلی امیدوار بودن به امسالشون که بتونن ناکامی های سالهای گذشته لیگ قهرمانان خودشون رو جبران کنن، اما اصلا اینجوری نشد و خیلی بد حذف شدن و جاوی الان تمام تمرکزش رو باید بذاره روی لالیگا و همچنین لیگ اروپا که اون برم حریفای سختی وجود دارن. منچستر یونایتد، آرسنال آماده و اون برم اتفاقا امسال لیگ اروپای جذابی رو داریم. حالا باید ببینیم بارسلونا در لیگ اروپا و لالیگا با جاوی چه میکنه، به نظر شما نتیجه میگیره یا نه؟ حتما برامون کامنت کنید و اگر موضوعات فوتبالی خلاصه بازی ها و ویدیوهای شورت فوتبالی علاقه مندید و همچنین میخواید جام جهانی هیچ اخبار و خلاصه بازی رو از دست ندید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.